یه مدت نیستین، چرا کمرنگ شدین؟ نیستم، کمرنگتر شدین به نسبت کمرنگ شدم. شما رنگ شد دیگه، تیوی پلاس نمیذاره من کمرنگ بمونم. هر جای سوژه ای از من پیدا میکنه، همیشه هست و محبت داره. نه کمرنگ که نشدم، الان سر یه تئاترم به نام هفته عصر هفتم پاییز، از هفته دیگه اجرامون شروع میشه تو تئاتر. دعوتی؟ قطعا دعوتتون میکنم، چرا که نه. بعد سر دوتا کار آقای بهرام بهرامیان از یاد رفته و سریال آقای همایون اسدیان هم هستم و سلام. پس کمرنگ نیستم، مشغول به کارم و الان در حال حاضر مشغول به کاریم، ولی قبل این آره یه مدتی بود که کلن یه ذره سختگیر شدم، یه ذره تو انتخابام سختگیر شدم. خب به شرایط بعد و همینطور این که کارهای فعالیت‌های اجتماعی من باعث میشه که یه مقدار سرم شلوغ باشه، ولی خودم فکر نمی کنم که کمرنگم، فکر می کنم که هستم واقعا، ولی باید آدم به جا و به موقع باشه دیگه. حالا امیدوارم که یه طوری باشم که مردم دوست داشته باشن. دوستتون دارم. یه ذره از این کار خیرتون برام حرف میزنن. یه دفعه انگار لیلا بلوکات وارد یه فضایی شد که قبلش ندیده بودیم. شاید هم بوده ما نمیدیدیم. من میگم نگم، چون تی وی پلاس از همه جا بهتر میدونه و از روز اول همراه من بوده و همراه کارهای خیلی. مخاطب اولین بار داره میبینه. ای وای. مخاطبی که اولین بار میبینه. نه فکر مطمئن باشیش مخاطبی نیست که حداقل داستان منو اولین بار بشنوه. میدونن همیشه و لطف تی وی پلاس هم همیشه شامل من بوده. اتفاقا خیلی هم حرف در آوردن، هم برای من هم برای تی وی پلاس، به خاطر اینکه تی وی پلاس جزو معدود رسانه‌هاییه که همیشه داره کارهای خیر من و دوستانم رو رصد میکنه و هماهنگ میکنه و کلن چی بهش میگن رسانه‌ایش میکنه، پوشش میده و این محبتشه. برای همین مردم هم بعضی خوششون نمیاد، بعضی ها که منو دوست ندارن، نمیدونم کیا، یه تعداد آدم ها خوششون نمیاد دیگه، فکر میکنن که چرا همسنفاتون یا نه. حالا نه صرفا همسنفا، مردم هم هستن. حالا بعضا تو همسنفامون دیگه چند درصد، شاید 2% منو دوست نداشته باشن، من که همشون رو دوست دارم. از مردم هم که من قطعا 100%شون رو دوست دارم، ولی شاید یه درصدی هم منو دوست ندارن. بالاخره اونا دوست ندارن شاید من فعالیت های اجتماعی داشته باشم، ولی من با توجه به تمام دشمنی ها، با توجه به تمام حرف ها، با توجه به تمام نامهربونی ها دارم کارم رو پیش میبرم و محبت شما و تی وی پلاس و خبرنگارهای دیگه و رسانه های دیگه که به من محبت دارن همیشه شامل حال من و خیریه هم بوده. من از همینجا هم ازشون تشکر میکنم. 14 شهریور بازی ایران سوریه است، ورزشگاه آزادی. از خیلی قبل‌تر قرار بود که یه کمپینی رو افتاده بود که بیایم یه کاری بکنیم که 14 شهریور خانم‌ها تو استادیوم باشن، بازی رو ببینن، آقایون نرن ورزشگاه، بلیت نخرن. یعنی آقایون نرن فقط خانم‌ها برن؟ کنار هم نمیتونن تو ورزشگاه باشن. بعد آقایون گفتن که ما از خود گذشتگی میکنیم، نمیریم ورزشگاه. اگه قرار آقایون خانم‌ها کنار هم مشکل دارن، ما نمیریم، که فقط خانم‌ها بیان تو ورزشگاه. ولی خب این اتفاق نیفتاد دیگه. الان آقایون میرن و جشن صعود تیم ملی به جام جهانیه. بله قطعاً این امکان هیچ وقت میسر نمیشه، ولی اگه بشه حداقل تو خوابم خیلی جذابه که آدم خوابشو ببینه که این اتفاق میفته. من کلا ورزشی هستم، بسیار ورزشی ام، بسیار ورزشکارا رو حمایت میکنم و تو بخش خیریه منم ورزشکارا مثل هنرمندا خیلی همراه منن. برای همین من واقعا مخلص همشون هستم، همیشه هم حمایت کردم. الان فوتبال رو حمایت میکنم، والیبال رو حمایت میکنم، کشتی رو حمایت میکنم، بسکتبال رو حمایت میکنم. تیم ملی دیگه قطعا. به خدا تیم ملی هم الان چندین ساله، با اینکه هم این روسری آبی نه الان پرستو رو نگاه کنین، الان استقلالیه ولی قرمز پوشیده. پس الان پرسپولیسی باشیم خوشحال‌تر میشیم. ولی نه من واقعا تیم ملی هم، برای اینکه دوستان زیادی تو هر دو تیم دارم. ولی نه به خدا رنگ نداره، واقعا رنگ نداره، رنگمون لباس تیم ملی سفید. قربونتون.